رقیه رضایی عضو تحریری ایران وایر از اتاوا با ما همراه شدن. خیلی خوش آمدید خانم رضایی. بحث رفتار نیروهای تندرو و لباس شخصی با زنانی که مخالف حجاب اجباری هستن به رسانه‌های بین‌المللی هم کشیده شده. این بازتاب رو چطور می‌بینید و اساساً چه پیامدی می‌تونه داشته باشه برای جمهوری اسلامی؟ سلام خدمت شما و بینندگانتون. ببینید اصولاً اینکه فضای داخل ایران، اون هم در واقع بخشی از ستمی که بر بخشی از جامعه ایران وارد میشه، به این شکل در رسانه‌های جهان باستا پیدا میکنه، دلیل اصلی و اصلیش در واقع ادامه مقاومت و در واقع انقلابی هست که اون خیزش انقلابی هست که ما در سال گذشته شاهدش بودیم. از طرفی هم ما داریم در واقع این اثرات این بازتاب گسترده در جهان رو تو خود سیاست‌های جمهوری اسلامی هم می‌بینیم. از نظر من در واقع یک دوشقگی دارم در سیاست جمهوری اسلامی در قبال حجاب می‌بینم. از طرف بخشی از حاکمیت که مشخصا سخنگوی خود آقای خامنه‌ای، مثل امامان جمعه، مثل نهادهای مثل امر به معروف و نهی از منکر، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و حوزه‌های علمی، اینها همچنان تاکید دارن روی بحث اجبار زنان به پوشیدن روسری و با این حال حتی این گروه هم از اینکه رویارویی حکومت با مردم رو مستقیم انجام بدن یه حراسی دارن، یه وحشتی وجود داره از تکرار اعتراضات خیابانی به گستردگی که در مهر و آبان و بخشای از آذر سال گذشته ما داشتیم. به همین خاطر هم هست که بحث آتش به اختیار بحث لباس شخصی ها رو مطرح میکنن، میگن که مردم نمیتونن تحمل بکنن، یعنی در واقع میخوان مردم رو مقابل مردم قرار بدن. اما از طرفی بخش های دیگه ای از حاکمیت هم هستن که به نظر میرسه اونقدر که این بخش وابسته به خود آقای خامنه ای مصر بر تحمیل حجاب به زنان اونقدر در واقع مصر نیست. مثلا ما بحث تعقیب قضایی این آقایی رو داشتیم که ماسک پاشیده بود بر زنان توی ترقبه توی اون لبنیاتی که خودش در واقع به نحوی شاید بشه گفت عقب گرده از سوی بخش هایی از حاکمیت، به واسطه اینکه مثلا شما چند ماه قبل از اینکه انقلاب ژینا شروع بشه برخوردی رو که حاکمیت با رایحه ربیعی زنی که توی اتوبوس با سپید رشنا درگیر شد و دست یه زن دیگر رو گاز گرفت مقایسه بکنید با تعقیب قضایی این آقایی که ماسک پاشیده، متوجه میشیم که چقدر در واقع این تغییر ملموسه، این تغییر در حداقل در بخشایی از حاکمیت. من میخوام همین مقایسه‌ای رو که انجام دادین توش این سوال رو بپرسم که پس این سیاست جمهوری اسلامی مبنی بر قرار دادن مردم مقابل مردم رو چطور میتونیم با همین دوتا مقایسه ای که تو همین مدت زمان صورت گرفته ببینیم که چقدر اثر بخش بوده یا نه؟ ببینید اصولا من باور ندارم که افرادی که به این شکل با زنانی که دارن مقاومت مدنی میکنن برخورد میکنن مردم هم. اینا وابستگان حکومتن، افرادی هستند که روابط تنگاتنگی با حکومت دارن، معیشتشون از طریق حکومته یا اصلا ممکنه شغلشون این باشه، ولی حکومت به واسطه این که نمیخواد همونطور که گفتم خودش مستقیم رویارو بشه، در چند ماه گذشته اغلب کشورهای غربی و دموکراتیک در واقع گشت ارشاد رو تحریم کردن، افرادی رو که نقش داشتن در قتل حکومتی ژینا مهسا امینی تحریم کردن، بنابراین نمیخوان این رویارویی مستقیم باشه، از افراد لباس شخصی استفاده میکنن، وگرنه چه کسی وجود داره که مظلومیت مهسا رو ببینه و بتونه دوباره تحمیل بکنه این قضیه رو به مردم، به زنانی که از کوچکترین فضا استفاده میکنن برای اینکه شوق خودشون برای زندگی عادی، شوق خودشون برای آزادی، برای برابری رو فریاد بزنن، حکومت رو حتی شده یک اینچ به عقب برونن برای اینکه فضای تنفس پیدا بکنن، رو بتونه مقابلشون بیست و ماسک بر سرشون بپاشه یا همونطور که قبلا انجام داده اسید به صورتاشون بپاشه. بنابراین از نظر من اینها در واقع نمیشه واقعا گفت که مردمن، بلکه اون بخشی از حکومت که میخواد در واقع این رو جا بزنه، دستکاری بکنه واقعیت رو جا بزنه که اینها مردمن که نمیخوان زنان حجاب داشته باشن، حجاب نداشته باشن، اینطور ادعا میکنه. سپاسگزارم از شما رقیه رضایی عضو تحریری ایران وایر از اتاوا همراه ما.
متشکرم از شما.